بینندگان ارجمند صحبت در مورد جرگه مشورتی صلح با جناب برمک پژواک مسئول پروگرام افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده دوام میدیم که همکنون خوشبختانه با ما در استودیو تشریف دارن. خوش آمدین به استودیو ما باز هم. به نظر شما جرگه صلح تا چه حد خواد تانست برای مردم افغانستان، برای آشتی ملی در بین افغانستان، در بین مردم افغانستان کمک بتانه و یک تغییر در افغانستان موجب شود؟ قسمی که از نام از این جرگه معلوم میشه، این جرگه مشورتی صلح است در مورد یافتن یک چارچوکات به خاطر صلح و تفاهم بین افغان ها، بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح افغانستان. صحبت ها در این جرگه صورت خواهد گرفت. وقتی که چارچوکات تعیین شد و حدود مذاکره با طالبان و مخالفین دولت معلوم شد، وقت میتونیم که باز زیادتر بگوییم که آیا در این چارچوکات میتونست این چارچوکات ضامن آوردن صلح در افغانستان باشه یا نباشد. و فلحال در این جرگه قرار است که روی ایجاد این چارچوکات صلح صحبت و تفاهم صورت بگیره. در این مورد صحبت میکنیم برای اینکه نظرات منتقدین یک چیز دیگه است. به نظر شما نخواست در مورد ترکیب این جرگه به نظر شما چی نخواد بود؟ آیا در نظر گرفته شده که تمام اقشار و گروه های مردم افغانستان در اوج شرکت بکنه؟ توصیه شما چیست؟ گرچه شاید توصیه شما دیرتر باشه برای حکومت افغانستان. طوری که دولت افغانستان و مسئولین برگزاری از این جرگه میگن که تمام اقشار و نماینده تمام اقشار و طبقات مردم افغانستان در این جرگه شرکت خواهند کرد، به شمول زناب، کوچیا، تکنوکراتا و اعضای پارلمان و غیره. اما باز هم مهم نماینده خارج نیست نه افغانایی که در افغانای فکر میکنم که افغانایی که از پاکستان و ایران به اونا نمایندگی داده شده، اما بر کسای دیگر در خارج از در اروپا و امریکا فکر میکنم نمایندگی داده نشده است. اما بس به صورت عموم و به صورت کلی میتون گفت که ترکیب ترکیب از جرگه خیلی مهم است. دولت میتونه اشخاص خوبم بیاره، اشخاص که در سر از اونا جنجال های موجود است اونا رو هم دارید دعوت کنن. به این صورت ترکیب جرگه خیلی مهم است. بعض کسا گفتن که ما در این جرگه شرکت نمی کنیم، مثلا جبهه ملی دکتر صاحب عبدالله اینا گفتن که ما در جرگه شرکت نمی کنیم، بعض اعضای پارلمان گفتن که ما در جرگه شرکت نمی کنیم. حکومت گفتن که از اونا دعوت شده، اما اونا خواستای را دارن از حکومت که سو از این خاطر سر ترکیب ازی هنوز هم جنجال موجود است. معلوم نیست که ترکیب نهایی ازی چگونه خواهد بود و چی کسای آمادگی خواهد گرفتن که در این جرگه شرکت کنند. ولی من پیشتر متذکر دادم برای شما، من خواستم امیر سوال بکنم از شما که یک تعدادی از منتقدین این جرگه کدام امید ندارن، میگن همه قدر مصارفی که شما برای جرگه کردین شما خواست های ملت و مردم رو میفهمین، ضرور نیست که شما تلاش بکنین که با مخالفین مستقیم مذاکره بکنین. نظر شما در این مورد چیست؟ من فکر میکنم همیشه جرگه و گفتگو مهم است. اگر جرگه هیچ دستاورد دیگه نداشته باشه، می دستاوردش که 16 صد افغان در تحت یک خیمه جمع کنه و در 4 روز اونا در اونجا با هم دیگر تفاهم کنن و گپ بزنن، هم یک دستاورد خیلی مهم است. خب پارلمان خواست نماینده ملت، پارلمان است، اما پارلمان در حدود 400 نفر هستند، اما اینجا در حدود 16 صد افغان از اطراف و نقاط مختلف افغانستان شرکت خواهد کردن. دستاورد اساسی جرگه معلوم نیست. جرگه خودش میگه که ما جرگه مشورتی استیم، فقط با مردم افغانستان یک فرصت میتیم که روی مسائل صلح و آشتی با طالبان و مخالفین دولت با هم دیگر مشوره کنند. از این خاطر دستاورد بسیار قاطع و کلی را نمیتونه از جرگه توقع کرد. بسیار زیاد تشکر جناب برمک پژواک مسئول پروگرام افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده از تشریف آوری شما. امیدوارم بازم تشریف بیارین. بسیار تشکر.